سلام بچه‌ها، چطورید؟ من فردیکسم و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. امروز اومدیم با یه سکون نخندیه. ببین مسابقاتی فردیس این سری. بله دلم واسه سکون نخندی خیلی تنگ شده، تمرینم کردم، تمرین نخندیدن. خوش به حال بچه‌ها، این سری قراره همه قوانین رو رعایت کنیم، گرچه هر سری اینو میگیم، ولی خب این سری واسه اینکه تو دوباره جیردو نکنی، اگر باختی این سری میبرم تو بالکن آب یخ میریزم رو سرت. الان بچه‌ها هوا منفی 4 درجه است. بابا این چه کاریه؟ واسه اینکه مسابقه رو جدی بگیری. بچه‌ها خیلی براش مهمه. من نمیوازم دیگه عزیز دلم. من عمرن اگر بوازم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. یادتون نره که حتما بچه‌ها همین اینکه دارین این ویدیو رو میبینید، با ما هم تو این چالش شرکت کنید و سعی کنید نخندید. کامنت انگلیسی بذارید که صحبتتون نریزه. لایک کامنت و اینجور چیزا هم یادتون نره دیگه. چند تلگرام هم جوین شید. بزن بریم. اوه شاباشه. ببین جایزه زیاد. یه بخندی باختی ها. چرا اینجوری بایستادن؟ اون دوماد دست گل عروس اون همه منتظر شاباشن؟ چقدر معذبن. ماشاءالله چقدر خوبم بهشون شاباش دادن. تو همون چیزی که من دیدم و دیدی؟ آخه اسکناس مونده رو گوشش، اصلا چقدر همهشون عجیب غریب پایستادن. وای من حالا بد شد. خب به ار پوله بد موهاتو چرا اینجوری زدی؟ اشتباه زدی. نگه شد رسم و رسومشونه. ایرانی ها اینجوری آخه شاباش نمیدن. ایرانی ها کف زمین جمع میکنن. من فکر کنم هنوز به قسمت هیت ویدی کلیپ من نرسیدم هنوز. بعد میذاره رو شونه و سرش اون پرتشون میکنه پایین. تو اول خندیدی. یک هیچ به نفع من. قبول ها. من اصلا توقعی همچین کلیپی نداشتم. من یه دونه افتادم جلو. ببخشید. بچه هایی که طرف داره من بودید. ببخشید. بریم واسه کلیپ بعدی. مدل آتل هن اینا. سیس کابی شبیه من نیست. اصلا خود خودتی. یعنی اگه تو میخواستی همچین فشنی های را کنی در بیارم من بودم. دقیق کرده چقدر دیگه خودم رو کنترل میکنم. خوب ازم آفرین. خوب داری پیش میری. همیشه پریس تو دوتای اول 8 بار میخندید. اون یه دونه ای که تو باختی امتیازش بر من میشه دیگه. الان من یکیش جلو. تو یکیش جلو. یه نکته کوچولو بگم. ممکنه بچه ها بعضی از کلیپ ها پاک بشن. امتیاز اون چیزی که ادیتور براتون میذاره درسته. برو بریم. خب نوشته که شب یلدا لیلا هندونه شب یلدا کی برام بخره؟ لیلا هندونه شب یلدا امسال کی برام بخره؟ شب یلدا خیلی درازه لیلا. من تنهایی چی کار کنم؟ داره واقعا گریه میکنه. من نمیتونم اون شب رو. الان بیشتر داره واسه لیلا گریه میکنه یا واسه هندونه شب یلدا؟ الان داداش هندونه رو ولش کن، برو ببین لیلا کجاست. امشب شب یلدا برنامه نباشه. ولی من مطمئنم که این گریه نمیکنه. من بچه که بودم عزیز دلم، واسه اینکه مظلوم نمیکنم یقدر. آها آها، یعنی میگه اینا توفه. بعد خیلی داره طبیعی گریه میکنه. خب خیلی توفه. عزیزم چه شایی داری تو؟ بله خودت؟ راست میگه خیلی خوشگله. این چیه؟ داری به من خیالات میکنی؟ چطور داره تو؟ مگه نمیگفتی من دنیای تو هم؟ چیشه چیه تو هم؟ مگه نمیگفتی من دنیای تو هم؟ عزیزم بشین، شما بشین، شما بشین قربان. تو خوششته ها؟ عزیزم دارم، اون رحیم آیه 64 و این دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست. چرا خنده دی؟ دست لرمان رحیم. چی شد؟ وای ببین باید که آیه 14 عنکبوت و این دنیا هیچ چیزی جز بازی و سرگرمی نیست. پسره ببین قشنگ از اونایی که با 200 نفر همزمان دوست ها. نه قوی بود، انتظار نشان قوی باشه. الان یک یک شدیم. یک یک شدیم از دارم. حواست باشه. یه دونه خندیدم. حواست باشه. با من زم. آخ آخ دارم میرم بالا. با این لباس ها خیلی سخت از پله برده بالا را. چی کار داری میکنی؟ خب پاشو. خب پاشو. چرا پا نمیشی؟ چرا پا نمیشو؟ پرد زنده چرا اینجوری میکشی داره رو بنده خوده رو؟ اونم اینجوری زمین رو داری گاز میزن. یه بار دیگه هم خندی شدیم. 2-1 برو بریم. وقتی میخوای همه مهمونا رو بدرقه کنی تا دم در. اوه اوه نخندی ها. ببین
دقیقاً این صحنه رو من بارها دیدم. بعد یه اتفاق جالبی که میفته میدونی چیه؟ تو با اینکه مهموناتون کفشای خودشونو میپوشن میرن، من همیشه وقتی میرفتم پایین نفر آخر دمپایا و کفشای من نبود. و دمپایا کفشای اعضای خانواده خودمونم نبود، هیچی نبود. تمام اون تنشا رو مغز منم هست. مثلا بعد پوتین با بزرگم میپوشیدم میرفتم بیرون. مهمونم تو پوشیدم رفتم میرفتم. چقدر این بدرقه ایرانی ها طولانیه. بعد یه دور با همه خدافزی کنم. من کفشه میپوشوندم من میشه لحظه ماشین دور میزنه میاد رد میشه بوغ میزنه دوباره یه دور دیگه خدافزی مهمونه بر میگرده تو شیشه عقب نگات میکنه و دوباره خدافز. بعد یه نیم ساعت هم به هم اصرار میکنم که تو رو خدا ببریم خونه ما. خونه ما وای فقط ما ایرانی ها اینجوری بچه ها بریم واسه بعدی. الحکاسته بیر شو یه بند خوش میگه کلا تو بردار دیر هک هک صحه تا که داره علکی چیز میکنه داره عکس میگیره ازش مثلا وا فلش هم زد میمونه خیس تو بچه آخه یکم شبیشه تو خندیدی اول تو خندیدی تو بیری میخندیدی نه اول تو خندیدی برو بابا تو خندیدی آقا خیلی خوب بود. پس تو دوباره یه دونه دیگه باخت کردی. آره 3-1 شد. آره ایشالله که امتیازها رو درست میشه. به نفع من. آره عزیزم. ببین برنده مشخص میشه دیگه. برو بریم. نوشته که وقتی تنهایی رو سعی میکنی فقط برای خودت ماکارونی درست کنی. آها یعنی برای یه نفر. توی. چرا من؟ هم ماکارونی اینجوری میشه هم برنج. آخه من آها لپه خورش بچه یه بار اینقدر لپه گذاشتم کل خورش اینقدر چیز شده. ولی اون سری که من ماکارونی درست کردم دقیقا همین بلا سرم اومده. تو خیلی نه تو اتفاقا به اندازه اینقدر کم میریزی که گوشته میمونیم بچه. ولی پردیس متخصص زیاد درست کردنه. خب باختیم همه رو داری میخندی واقعا نخند. آخه تو اصلا هیچیو نمیخندی من بعد تو میخندم. آره دیگه میذاری من خندم در بیاد نخند دیگه میبازی بچه ها دیگه ناراحت میشن بچه. ببینید ایشون رعایت نمیکنه. برو بریم بعدی. خب نوشته که وقتی شوهرش ساعت 1 شب غذا میخواد از دلم. آخه این شوهرایی که 1 شب غذا میخوان آره اینا رو باید زد. آخرش هم اومد گفتش که آماده شد غذا گفت دهنه تو بابم بده سوخته یه دونه دیگه برد کرد سمتش. نه چه اینجوری میدو همه دارن ازش رو درمی نه داره به جیما ریاکت میده. آها آها داره میگه روز دوم توی باشگاه. اینا واقعا کلیپ های واقعی بوده که بوده آه یعنی واقعانیه. به به حاجی فیروز چه خوب دنبل میزنه چه باشگاه عجیب غریبیه خیلی حفظ دوست داشتی از این باشگاه میرفتیم از دادلم آدم های عجیب غریب ببینی من اصلا باشگاه دوست ندارم خیلی انگیزه میگیری خیلی انگیزه میگیری آدم الان تو انگیزت زیاد شد برای یه 2-3 نفرشون بودن خیلی انگیزم زیاد شد به باشگاه رفتم. نرو مریم میدونی عاشق چشماتم چرخ و فلکی درست کردم. چه غلطی دارید میکنید؟ خندیدی نه گفتم چه غلطی دارید میکنید؟ نه با خنده گفتی. یعنی چی با خنده گفتی؟ 3-2 چی 3-2 4-2 چرا جیرگا میکنی؟ قربونت برم 4-2 نرو مریم میدونی عاشق چشماتم. آخ آخ یوزر سیده چی شد؟ تیر خورد دیگه. گل منو اذیت نکنی ریشاشو تر نکنید بعد من بگی کسی سمتش نیاد. این افتزاد به منه اصلا کلن این شبیه شف بزنید شبیه کی؟ شبیه دیگه زاسیم برادرهای کسافت من را درون چاه انداختند. آقا من بازم دارم میبازم ولی هنوز خودم رو نباختم. آفرین عزیزم. وقتی بهش میگم این دخترها کی هم فالو کردی؟ میدونم اینا رو اصلا نمیشناسم تا با اسمشون به گوشم نرسیده بود. اینا خیلی اصلا نمیشناسم اینا کی هن اصلا؟ یاد کی میافتی؟ فقط اونجایی که گفت اینا خیلی آقا تو هم به من گیر میدادی یا بگو دیگه الان اعتراف کن. من چه گیری به تو دادم؟ آقا ما یه چند تا دوست دختر خارجی داشتیم با اینا گیم میزدیم. پریز میگفت اینا کی هم فالو داری. نوشته که اگه همچین خانواده نیستی بچه نیار.
ببین من خانواده دایمینا بچه بودیم قشنگ همین بودیم، من و دایی خاله و همه با هم. خب بریم از کلیپ بعدی. سلام عرض میکنم خدمت خبرگزاری اینتر پشمام. اینجا آب آشامیدنیه، ببینین که آب آشامیدنی از فشارش از آتش نشانی هم بیشتره. چرا اینجوری بود فشار آب؟ خبرگزاری اینتر پشمام، با وسایل برقی خانه مهربان باشیم. میخیر خوش نکردی. آراش دیروز مامانت پتو انداخته تون، دیسک هم زده بیرون. بی زحمت اینو امروز پن کن رو رخت، فردا جبران میکنم برات. دمت. خب پس بیا اینو بشو. های بابا اینجا پرد میکنی بیرون. بابا من اینو دیروز شستم، مگه چیش میکنی تو شهر روز میندازی اینجا؟ ببین من تو رو خریدم و تو منو نخریدی. باش بده خوش کار خوب بکن. وای چه دستانو گذارش خوب اصلا خیلی درست بود. دقیقا نحوه برخورد همه همون با ماشین لباسشویه بعدا همینه. همیشه هم ماشین لباسشویه وقتی که زیاد ازش کار میکشی بدترین صدا رو میده. بریم واسه بعدی. نشه که برادران یوسف اگه میدونستم ممکنه با پریدن توی چاه با زلیخا قرار بذارم. آخه یکی دوتا هم نبودن، 11 تا بودن. یوسف افتاد تو چاه رو زلیخا قرار گذاشت. چرا؟ یه ذره متنشو برات سانسور کردم. آره متنش یه چیز دیگه بود. شما خودتون فکر کنید که چی بود. بیشتر از این توضیح نمیدم. برو بعدی. 7 پنجیم حدودن. بریم واسه بعدی. عمل بینی 5 الی 60 میلیونه. کامپوزیت دندون 60 الی 70 میلیونه. پروتز سینه 80 الی 90 میلیونه. لیپوماتیک زیر دست دکتر مبتدی 100 میلیونه. تزریق فیلر و زاویه سازی صورت هم کم کم 20 الی 30 میلیونه. فکر کنم خودش یه اینا رو سر جمع حساب کنی 500 تومانی در میاد ازش. آره. داری بدی؟ بسم الله. نداری؟ آقا گوه عملیا رو نخور. بده بره. ببین حالا با من با بخش زیادی از صحبتاش کاری ندارم. در حد این که مثلا آره تو میدونی منظورش چیه؟ منظورش اینه که ماهایی که عمل کردیم حال میکنیم با این چیزی که هستیم. تویی که نکردی یا برو بده بکن یا اگه نیستی هم کاری به ماها نه. این منطقیه خوده فقط یه ضربه خشن توضیح داد دوست عزیزمون. بریم واسه بعدی. خواهر بزرگم مثل مامان من شادی الان تو ایام فاطمی هستیم. چه آرزوی دارید؟ چه دعایی دارید؟ اول از همه برای همه آرزوی سلامتی میکنم انشالله که تنتون چرا مثل یه تیکه میوه میمونه که از توی یه چیزی زده بیرون؟ اصلا یه چیز سنگین از حس خوب بده. خیلی واقعا با خدا رازا نیاز میکنید انشالله که تمام آرزواتون برام. محبوب داره جدی میگه فرق یکم کمتر خواهر جان یکم کمتر بیرون تو عمل میکنم میتونی صحبت کنی. مارم دعا کنه. من واقعا کاری ندارم به اینکه کی چی کار میکنه ولی واقعا نمیشه صحبت کرد. بریم واسه بعدی. بده هش. وای جون چه جیگری آخه. برگام شبا وای جیگری تو بخورم. این جیون چی جیری بگویم نفن. بچه فرمودم دقیقا همینطوره. یعنی ما تو خیابون را میریم یه ها میگم قربونت برم من فرصی که بابا میگه نه با ماشینم. بریم واسه کلیپ بعدی. فکر کنم 7 شیشیم عشقم نزدیک شدیم دوباره. آره دیگه تو داری میبازی این در رقص مورد علاقه من چش تو چش. من خندم نمیگیری به این رقص. این رقص یه اسکیل میخواد ماورایی باید باشی. دیدی خندیدی؟ بریم واسه بعدی. از نوشیدنی آقا خورد ناراحت شد. آقا دهنی دوست نداره. زننش برخورد. خدای خیلی کار زشتی کرد آقا. مرده او نو. آقا این چه کاری بود کرد؟ چرا لیست زد غذای پسر رو؟ آقا خب یعنی چیه؟ چرا خوشش نمی اومد خب؟ نه دیگه اینا لابا دوست دختر دوست بسن بهش بخور دیگه. یعنی چی تو با کسی که دوستی دهنشو نمیخوری؟ اوکی بریم آقا. هشیش. انتظاری که زنم ازم داره هر وقت یه خانوم با هم حرف میزنه. انتظاری که پردیس از من داره بچه.
هنوز که ندیدیم. Oh my god, you scared me, dummy. اتش خواهد من که بهت گفتم پارس کنیم از دیگه. فرهاد عزیزم از من دختر دیدی واق واق کن. نه دیگه اون مرده عزیزم از طرف خودش همچین کاری کرده. یه پارس کرد به دختره. دیگه قربونت برم باید جلوگیری کرد دیگه قربونت برم. نباید خیلی چیز کرد. کاربرد سوتیان برای آقایان. این نیست کاربردش. وقتی با یه مودی تو رابطه هستی منم خیلی مودی هم. قربونت برم. نه قربونت برم. باید خیلی نکن نکن. زیبا خیلی خوش کنم. قربونت برم. چطور شو؟ گم شو. خیلی تو سرم. چرا چی شو؟ بیخیال. اما در حالا که بشتی میخندیدی چی شو؟ متاسفم برم. خندیدی بستی کلیپو بابا اذیت هم نکن دیگه خندیدی بریم واسه بعدی دوست دخترم چه تولد من یادت نبود من داری جوراباشو میپوشد بمیرم من واسه عشق دوتامونو واسه تنهایی بی انتها واقعا پا ندار نه پا داش آه، بعد هم یه پسره که واسه یه کادو تولد و تولد دوستوفرشون رو خراب میکنه نکنید آقا برید آقا گو وضعیت پسره اینقدر ذهن شلوغه که یادش میره پاشو کجا گذاشته چندیم؟ 9-7 چرا همچین کاری کرد؟ مردم داری میرمی خندیدی ولی چرخونی حالا دیگه چپا کنم 10-7 حدودن پای زنان کوبید تو صورت همون بنده خوره آروم برخصید کنترل ریلکس پیشه خواهم با تخته و اون میز روی تو زن این فرقا شمشیر بزن همینه دیگه خو همینه دیگه خیلی با مزاز آخرش هم بهش گفت دهنه آخه این شیر تعزیه و تو تایم محرم اینقدر این تئاتر میسازید باعث میشه همچین اتفاقات بیفته نیمکت رو کنده آخر همه ی نیمکت های مدارس ایران یه دور کنده شدن از جاشون نمیدونم چرا پسر رو همچین کار رو میکنم نه ما دختر ما تو کلاسه و نیمکت هامون هیچ وقت کنده آجی بریم یکم دست بخونیم وای که چقدر وایرال شده این بنده خدا که افتاده رو زمین و زانوشو گرفته آقا صحرایی با 25 میلیون هم میشه مهاجرت کرد آره بیا برو قدرت تکلم هم در موقعیت های حساس بشم نسرین جون فردای تو بشم من خدا بیامرزه من الان گوشی رو میدم روحام هم میخواد که شما تذکیت بگه من از این کار بدم میاد به زور گوشی رو همین چند روز پیش مامانم الو سلام خوبی شما رحمت عمتون رحمتتونه تسلیت گفتش نه ایشالله قم اول خوشی آخرت باشه این خیلی خوب بود خیلی بده این کار مامانم من مامانم همیشه این کار رو میکرد پردیس جان آره اتفاقم بیا پردیس ببین جدای از این که توی شرایط بدی تلفن رو بهتون میدن یه سری هستن قدرت تکلمشون اونجا از دست میدن و نمیدونن بابا من اصلا به مامانم زنگ میزنم هر کی پیششه مثلا میگه کیه پشت ای پردیس پردیسه بفرما همون اینجا حالا من اصلا پشت تلفن یه حال دیگه مامان هذا جري ايش اسمه ذاك اللي ترى جلي 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 عليك السلام قف عليك السلام تو خندیدی بهش گفت اسلام گفت علیکم السلام عزیزم ولی تو خندیدی تو خندیدی من واقعا دیگه بعد باخت رو قبول کنم بریم بچا کلیپ های آخر ما هم ببینیم بابا تو میگم بخند برو الجی من بخندم سه دلغک بنده خدا چه تو تایمینگ بدی رم لای دست دختره آقا این بود از ویدیو امروزمون پردیس مجازات میشه در ادامه میبینید دمتون گرم مرسی که ویدیو رو دیدید عاشقتونم تو کامنت ها بنویسید که اگه بازم سرکن نخندی میخواد براتون بسازیم کلیپ های خفنتون حتما تو اینستاگرام بفرستید زبونم گرفت بریم واسه مجازات پردیس دوستتون دارم
Let's go. بچا مه شدید میزنم تیم نره یخ هم اونجا هست همشو میزنم تا تو باشی سرکو نخندی و جیردو نکنی. آماده ای؟ یک دو بچه لایک کنید سابسکرایب کنید نره خدا پس.